بعضی از اینها رو ممکنه یک بار دیگه شنیده باشید. اینها اون اعضایی هستن که هفته پیش هنوز این سیستم که درست نشده بود روی ایر پخش میکردیم ولی الان دونه دونه دارن اضافه میشن. بذارید بعضی از این عزیزان رو که احیانا شاید نشنیدیم بشنویم. خانم لیلا از انگلیس. من لیلا هستم. از کشور انگلیس من از اتحاد مردمی پشتیبانی میکنم. محمد ایران پرست. الو سلام، من محمد ایران پرست هستم، از ایران زنگ زدم، عضو نهاد مردم. درود بر شما. اکبر غلامی از ایران. من اکبر غلامی ساکن ایران از هدف و پنج نهاد مردمی هدایت میکنم. ستاره آریایی از آلمان. سلام، من ستاره آریایی از آلمان با پنج اصل شما موافقم. از طرف خودم، دو فرزندم و همسرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. این ب از ایران. من این ب از ایران از نهاد مردمی حمایت میکنم. تمام. مجید میم از ایران. با درود آقای فروزنده. من فروتنم البته. ببینم. من خوشحالم که با شما صحبت میکنم. البته همین که دارم حرف میزنم شما میشنوی من خوشحال. و به یک هدف و پنج اصل اعتقاد دارم و اعتماد دارم و دلم میخواد کسی باشم که تیر و حت جونم رو بدم تا این مملکت آزاد شد. حداقل باز خودم خوب نشده واسه به چون خوب شد. کمک بده این طور خدا. و با اسم مستعار مجید در شرکت شما عضو میشم، در نهاد شما عضو میشم و دلم میخواد هر کار که بهم بگن انجام بدم به شرط که این مملکت آزاد شه. با درود و سلام به شما، زنده باد شما. خدا حافظ شما. آدم دلش کباب میشه. مجید میم عزیز، درود بر تو، درود بر شرفت، درود به شرف تمام کسانی که کاری برای آزادی ایران میخواهید بکنید. 100% کردید و آمادگی میدونیم دارید. شما میدونید، ما هم میدونیم. یک هماهنگی لازمه، یک هماهنگی درست لازمه، یک پشتیبانی خوب از خارج از کشور لازمه، یک همبستگی در خارج از کشور لازمه که اینقدر به هم نپریم، سر اسم و جا و رئیس و معاون غیره دعوا نکنیم. به امید پروردگار این کار داره در نهاد مردمی کم کم انجام میشه با کمک دوستان و سازمان‌های دیگر. خیلی امیدوار هستیم. جلسه‌های متعددی مسئولین نهاد مردمی در هفته‌های گذشته با سازمان‌های دیگر داشتن، فردا هم دارن، هفته دیگه هم داریم. ولی کاری که ما نمی‌کنیم شوخی نداریم. دیگه فرصت اون گذشته و وقت آن تمام شده که حالا بخوایم از الان قرار بذاریم که 7 ماه دیگه بریم با 10 نفر دیگه یک شهر دیگه بنشینیم که ببینیم آقا اصول همبستگی چه باید باشد. و یا اینکه نحوه نمیدونم فلان چیز چقدر باشد. نه، مردم ایران جون به لبشون رسیده. امروز 22 خرداده، الان ساعت حدود 10 شب ایرانه. هنوز من ویدیوی چیزی ندیدم به دست من برسه. اگر کسانی از داخل کشور هستند، خبری دارن از شهرهای مختلف، مایلن زنگ بزنن خبر بدن، بفرمایید. مطمئنن در روزهای آینده این کلیپ ها و ویدیوها طبق معمول با کمی تأخیر میرسه، چون الان جمهوری اسلامی از ترسش معلوم نیست چیکار کرده، کجا رو بسته و رادیو تلویزیون اینترنت و یا نکرده. ولی همه میدونیم که همه منتظرن، همه منتظر اون جرقه هستن. ولی بی خودی هم که نمیخوان مردم کشته بشن. چند سال خود من ایمان فروتن میشنوم شما عزیزان که آی فروتن از عزیزان داخل کشور، ما حاضریم شلاقش هم بخوریم، زندانش هم بریم، تو خیاباناش هم رفتیم، کتکش هم خوردیم. درسته منصور یا نه؟ ولی برای چه؟ کجاست اون سازمان و گروهی که اگه من رفتم زندان بیاد وکیل بفرسته منو بیاره بیرون؟ حداقل اگه من 100 تا شلاق میخورم و 3 ماه تو زندان میمونم، این زن و بچه من یکی باشه یه نونی رو میزشون بذاره. ما نمیتونیم همینجوری بشینیم
که ما نکردیم تا الان در نهاد مردمی و قبل از اون بنده و دوستانمون در جنبش ایران فردا و غیره که بشینیم این ورلو میگیم آقا برین تو خیابونا بزنین بگیرین. خیر، شما تصمیم میگیرید ولی ما باید اینجا کمک بکنیم اون چیزی که میخواهید انجام بشه. الکی هم نیست که آقا این کارو بکنیم. مردم فقط چند بار میتونن که این بها رو بپردازن. اپوزیسیون خارج از کشور دو سال پیش که سالگردش روزا حسینا آماده نبود، نمیدونست، منتظر بود که مردم بشینن میگفتن آقا باز رأی ندید، امسال رأی ندید، آخونده بدن تقلب میکنن رأی ندید، داخل کشورم گفتن فاتحه براتون نمیخونیم، رفتن رأی دادن 40 میلیون رأی دادن به امید اینکه در چهارچوب همون جمهوری اسلامی کثافت برن به دو سه نفری که فکر میکردن بهتر براشون آزاد بیشتر آزادی میرن یک کم فضا رو باز میکنن برن رأی بدن، که بعد دنیا فهمید که چه خبره و در عرض 5 روز 6 روز رأی من کجاست تبدیل شد به مرگ بر دیکتاتور. و حتی در چند دو جلسه گذاشتم که با بعضی از اعضای نهاد داشتیم پشتیبانان که از روزهای اول فقط میگفتن این راه اصلاح طلبی ما رو به جایی خواهد رسوند، دیدیم که خیر اومدن گفتن نه اونم اشتباه کردیم، اصلاح طلب به جای ما رو نمیرسونه. الان شما چند وقت از آقای موسوی یا کروبی حرفی شنیدید؟ تو خونه نگرشون داشتن و لابد در حبس هستن و غیره این حرفا. فردا هم که آقای واحدی قرار بود واشنگتن صحبت بکنه، امیدواریم که بیاد در صف مستقیم و شفاف، بیان در صف سکولارها و اپوزیسیون و از صف این اصلاح طلبها بیان بیرون. آقای ارجمند هم مثل اینکه فردا پس فردا دارن میان یو سی ایروان تو همین شهر خود ما. حالا اون سوالای دیگری است که بعد بپرسیم آمریکا چگونه این چیزا رو اجازه میده و غیره. حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. ولی دیگه اشتباهای گذشته تموم شده و باید بریم جلو و شما مردم نشان دادید و دارید نشون میدید که خسته شدید، دیگه هم با کسی شوخی ندارید. دیگه خسته شدید، الانم موقعشه. دنیا هم میدونه. باید هم مواظب باشیم برای اینکه من و شما میدونیم که کشورهای خارجی فرق نمیکنه آمریکا و اروپا، اینا اول فکر منافع خودشون هستن، دوم احیانا به فکر شما مردم ایران که دارید تو بدبختی و فقر و همه چیزا زندگی میکنید. ولی یک نقطه مشترکی بین همین کشورهای غربی و ایرانیان هست و اون خطر اسلام فناتیک، حملات تروریستی، امام 12 بیاد دنیا رو بخواد بگیره، حمله اتمی به اسرائیل و تمام این کارهایی که میری دارن میکنن هست. چون اون وچه مشترک رو ما با دنیای غرب داریم، پس باید و میتوانیم که از این فرصت استفاده بکنیم، از این وچه مشترک ها برای نابودی حکومت ملاها. اگر درست کار نکنیم، اگر دیر کار بکنیم، اگر نریم حرفمون رو نزنیم سر موقع الان و هر چه زودتر، اینها تصمیمشون رو میگیرن، هر کاری هم خواستن میکنن. حالا ما هم تو بگیم، حالا بگیم کار انگلیسی ها بود، کار آمریکایی ها بود، خب بگیم چرا کار انگلیسی ها بود، کار آمریکایی؟ برای اینکه ما ننشسته بودیم کاری انجام بدیم. حداقل ما که در خارج از کشور هستیم میتونیم داد بزنیم، میتونیم نامه بنویسیم. بنده خودم چندین بار رفتم توی واشنگتن، اونجا اعتراض کردم 24 ساعت چرا جلوی کاخ سفید به خاطر کارهای مسائل اقتصادی و حتی خارجه آقای اوباما. حداقل این آزادی ها در اینجا تا مقدار زیادی هست. الان خبری هست که چند روز پیش اومد و یکی از عزیزان ما در نهاد مردمی برای اولین بار اینو آورد که من به تیمرمن و به بنفشه زند و به 3-4 نفر هم دیگه فرستادم، کسی الان خبر نداشت، الان دنبال منابعش هستیم. دو تا خبر اومده که جمهوری اسلامی اجازه گرفته یک دفتر خبری در شهر واشنگتن دی‌سی درست کرده که تا الان 6 تا 7 تا برنامه از اونجا درست میکنه، یعنی همین آیارانه جمهوری اسلامی اومده تو واشنگتن دی‌سی دفتر باز کرده. اگه این درست باشه ما باید واشنگتن رو تمام از هر جا هستیم بریم اونجا جلوش وایسیم. این چه تحریمیه که آمریکا برای جمهوری اسلامی داره؟ بعد اجازه میده بده که دفتر خبری باز کنم بیان از اونجا گزارش تهیه کنن در رابطه با نمیدونم تمام چیزایی که دلشون میخواد در داخل کشور. سارا سفیری هم میگه خبر درسته. حالا خبرش هم وقت کردم میخونم. حالا داریم تحقیق میکنیم منبعشو در بیاریم که درست باشه. نهاد مردمی اولین فراخوانش شاید به احتمال زیاد بده که همه، هر کی میتونه در واشنگتن بره جلو اینجا و نامه‌نگاری به مجلس و سنا و غیره. حالا یه سری کارهای دیگه هم از پشت داریم در سنا راجع به این انجام میدیم که امروز نمیشه راجع به صحبت کرد. ولی ما اینجا، شما عزیزان در داخل کشور، باید پا جلو بذارید، قدم جلو بذارید با اون شماره‌ای که منصور گذاشت و یه بار همین 650 زیر صفحه تلویزیون 616-3900 تماس بگیرید. توسل هم اگر کس جدیدی اومده بود و شما ثبت نام کردید، لطف کنید که
بگید. خب یه دو تا دیگه هم گوش بدیم، بعد منصور جان یک ویدیو آماده بکن. این میریم این صدا 20 20 تیرش هست. یعنی شما ببینید چیه راستی من بگید. مثلا مثل اینکه 20 مستعد 20 تیر 63 تفنگ 20 تیر 63 تفنگ نمیدونم. اعلام حمایت میکنم از بندهای نهاد مردمی به امید آزادی ایران از چنگال دشمنان خامنه‌ای. خدا حافظ. خدا حافظ. در ضمن شما عزیزان دیگری که دسترسی به اینترنت دارید، بعضی وقتا من و دوستان که این صدا رو گوش میدیم و عضویتشون رو تایید میکنیم، اگر بد شنیدیم، مثلا من فکر کردم این نوشته بوده 20 تیر 63 تفنگ، منم تایپ کردم نام مستعار 20 تیر 63 تفنگ، اگر فکر میکنید چیز دیگه درسته ایمیل بزنید از طریق نهاد ما این اسامی رو درست بکنیم. یک شهربانو از ایران. من 79 سالمه، خواستم بگم که من هستم باشم. اسمم شهربانو. ممنون. توسل رفیق میگه در دو ساعت گذشته 7 نفر دیگر ثبت نام نویسی کردن. توسل جان اگه میتونید لطفاً در طول برنامه اینا رو تایید بکنید و به من علامت بدید که من برم رو صفحه اول تعداد بگم که داره زیاد میشه و پخش بکنم صدای جدیدو. مارکو اتریشی. سلام، من مارکو اتریشی از وین آمادگی خودم را برای همه گونه جانفدایی به خاطر آزادی ایران ابلاغ میکنم. متشکرم مارکو اتریشی. آقای دکتر تهرانی مستعار، فکر کنم طرفای کشور شما هستن، لطف کنید ببینید که میشناسید یا نه. هوشنگ از ایران. من هوشنگ از ایران، ساکن ایران، با این 5 اصل موافقم تا این رژیم ددمنش با اسلام ددمنشش از ریشه کنده شود از ایران عزیز ما. خداحافظ. نهاد مردم درود به شرف شما. خب